خب همینان هم در این منزل از برنامه با کی هستی؟ با آقای دکتر محسن برایی، جراب، نویسنده، پژوهشگر و مقالات ایشون به نام مزدک بامدادان منتشر میشه، بیشتر خود ملی مداری و ملی گرایی. آقای دکتر برنامه خیلی خوش آمدید، درود بر شما. درود بر شما، درود بر درود، خسته نباشید به همکارانتون و درود به همیهنان در هر جای جهان که هستن. آیه دوست من، مسجدی در آلمان امروز تعطیل شد، شهردار دیدم میگه ما نفس راحت روز خوبی برای ماست، شهردار هامبورگ، و ازش به عنوان لانه جاسوسی یاد میکنن، جایی که قرار بود مسجد باشه، مردم برن اونجا نماز و طاعات نه صدور کن. ولی جالب اینه که میگه 53 تا شعبه داشته، من مساجد شعبه دارن. بعد این عملیاتی که پلیس انجام داده در سراسر آلمان به موازات هم سرابا گوش. بله، خبر اگرچه ما همیشه منتظرش بودیم ولی با این وجود بازم غافلگیر کننده بود. من تو اخبار امروز نگاه کردم، در مجموع 500 تا مأمور پلیس 54 تا مرکز رو در 8 تا ایالت آلمان جستجو کردن، توشون رو توش در واقع رفتن و مدارکی که توش بوده ضبط کردن و تقریبا میشه گفت تا جایی که میدونم همه اونها رو هم مهرموم کردن و بستن. مسجد آبی یا مسجد مومعلی که در هامبورگ بود در اصل مسجد مرکز اسلامی هامبورگ بود، یعنی این مسجد که مسجدی نبود که مثل همه مسجدهای دیگه که یک نهادیه، در واقع یک ارگانیه، در کشورهای معمولی رو دارم میگم، در ایران که ما اصلا همچین چیزی نداریم، همه مسجدها بخشی از دستگاه سرکوب و دستگاه تبلیغ حاکمیت هستند، ولی در کشورهای دیگه که تا اندازه دین و حکومت از هم جدا هستن، البته بازم میدونم که ما در هیچ کشور سکولار مسلمان نداریم، ولی تا حدی اگه بشه ترکیه رو در این حد حساب کرد، در چنین کشورهایی خب مسجد یه متولی خودشو داره و اکثرا همین مسجدها به دست خود مؤمنین ساخته میشدن، یعنی در قبل از انقلاب هم همینطور بود، کسی مسجد نمی ساخت، یعنی دولت مسجد نمی ساخت مگر حالا مرمت از آثار باستانی، ولی این مسجدها رو مردم می ساختن و الان هم در اکثر جاهایی که اولا در خود کشورهای اسلامی اینطوریه که به اصطلاح کسانی که میخوان برای آخرتشون ذخیره‌ای داشته باشن یک مسجد رو میسازن و بعد خب اون نهاد دینی که اونجا هست یا حالا حوزه علمیه است که در کشورهای شیعه یا در کشورهای سنی یک امامی رو میفرسته اونجا و این یک چیزیه به اصطلاح یک نهاد نیمه مستقل برای خودش کار میکنه، مؤمنین میرن اونجا در نمازشون رو میخونن، دعاشون رو میکنن، مراسم مذهبیشون رو انجام میدن و اون امام جمعه‌ای هم که اونجا هست، امام جماعتی هم که اونجا هست، یک پولی از این بابت دریافت میکنه. در همونطور که گفتم قبل از انقلاب هم تقریبا یک همچه حالتی بود بین مهاجران دیگر مسلمان. من حالا با ترک ها چون که خیلی بیشتر ارتباط دارم به خاطر اینکه زبانشون هم خیلی خوب متوجه میشم و با هم میتونیم صحبت بکنیم، در اینجا هم مسجد هایی هستن که واقعا خود مردم، یعنی مردم عادی میرن پول میذارن و میسازن. البته خب ترکیه از وقتی که اردوغان سر کار اومده هم سعی میکنه اینها رو خیلی به شکل ابزار برای خودش درست بکنه و نفوذ سیاسیشو گسترش بده، از جمله از طریق دیتپ که اون سازمانیه که بسیار وابسته و نزدیک به حکومت ترکیه. ولی حتی در اونجا هم باز ما یک مثالی مثل مثال مسجد امام علی و این مرکز اسلامی هامبورگ نداریم، یعنی اینجا رو نانسی فیزر که وزیر کشور هست رسما گفتش که این بعد از سفارتخونه ها این نمایندگی مستقیم حکومت اسلامی در آلمانه، یعنی ما اینجا با یک مسجد به مفهوم یک نیایشگاه، عبادتگاه که کسایی که ایمان دارن، حالا باور دارن به هر دینی، میرن اونجا مراسم مذهبیشون رو انجام میدن سرکار نداریم، بلکه این یک ابزاریه برای تبلیغات، پروپاگاندا و همینطور آماده سازی ترور. نکته بسیار مهمی که فیزر گفت این بود که گفت این مرکز اسلامی هامبورگ و مسجدش که همون مسجد آبی باشه، اینها مستقیما بر ضد موازین قانون اساسی آلمان عمل کردن.
طبیعتا قانون اساسی آلمان اینجا دیگه مربوط به مثلا قوانین راهنمایی رانندگی و اینجور چیزا که نمیشه. یک سری موازین اینجا هست، از جمله آزادی بیان، از جمله آزادی اندیشه است، از جمله آزادی مطبوعات، برابری زن و مرد، کرامت انسانی که اصل اول قانون اساسی آلمانه که میگه کرامت انسانی، کرامت انسان ها خدشه ناپذیر است. برابری، این حکمی که صادر شده بسیار بسیار حکم خوبی از نظر من، خیلی مهمه، ولی پشت پرده این قضیه من چیز دیگه ای میبینم و اون لحنیه که عوض شده در سیاست آلمانی. من امروز برای میتونم بگم برای اولین بار در تمام این سالها بارها و بارها واژه رژیم ترور رو شنیدم که به اصطلاح گفتن که این یکی دست دراز رژیم ترور در آلمان و حتی در اروپا بوده. و خب میدونیم شاخهای فراوانی داره و مثل یک اختاپوس عمل میکنه. این مسجد آلمان در واقع مرکز هماهنگی اینها بود. اگر سفارت خونه رو بخوایم بگیریم مرکز دیپلماتیک حکومت به اصطلاح مافیای اشغالگر اسلامی در ایران، مسجد آبی رو و این مرکز اسلامی در هامبورگ رو باید به عنوان مرکز پروپاگاندا، تبلیغات، عضوگیری و آماده سازی برای عملیات ترور در نظرش بگیریم. از این نظر بسیار بسیار خوب بوده. مسجدهای دیگه ای بسته شدن. نانسی فیزر چندین بار امروز تکرار کرد که هدف ما، مسجدهایی که بسته شدن خب مسجدهای شیعه هستند، هدف ما به هیچ وجه مبارزه با یک دین نیست، بلکه ما داریم با کارهای ضد قانونی این نهادها روبرو میشیم و بهشون عکس العمل نشون میدیم. و از این جهت سعی کرد که خب به هر حال اون کسانی که ممکنه بخوان از این قضیه سوء استفاده بکنن و نسبت خارجی ستیزی و دیگران در واقع خارجی ستیزی به اینا بدن، یا اینکه نسبت این رو بدن که آزادی بیان رو جلوشو میگیرن، این رو چندین بار تکرار کرد که در واقع اون جریانات به اصطلاح چپ، یا درست‌تر بگیم جریانات ووکیست توی آلمان، اینها نتونن از این نمد به قول معروف یه کلاهی برای خودشون بدوزن. کار بسیار مثبتیه، خیلی 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 دیر انجام شده ولی بسیار مثبته. ولی مهمتر از خود این کاری که انجام شده، همونطور که گفتم، این تغییر لحنه که حتی در ادبیات رسمی و رسانه‌ای الان از رژیم ترور صحبت میشه. من یک نکته پایانی رو در این رابطه میخوام بگم. اتفاقا کاری که ما به عنوان ایرانی های خارج از کشور که سرزمینمون رو دوست داریم و اون سرزمین رو با اون مردمش دوست داریم و بهشون برامون سرنوشت اونها مهمه، اینه که تمام تلاشمون رو باید بکنیم که این حملات فقط و فقط متوجه رژیم اسلامی باشه و مردم رو هدف نگیره. دقیقا اون موقع که ما میگفتیم که نباید رفت و در این سیرک انتخاباتی شرکت کرد، به خاطر همچین مواقعی بود که ما همیشه بتونیم بگیم ببینید مردم از حکومت جدا هستن، سر اون حکومت هر بلایی که دوست دارید بیارید، ما براتون دستم میزنیم، هوران براتون میکشیم، ولی مردم ایران رو به هیچ وجه حق ندارین تلافی این کارها رو سر حق ندارین سر مردم ایران در بیارین. البته منظور من اینجا اصلا تحریم و این حرفا نیستش، چون اون تحریم ها بعضیش بسیار خوب بوده، بعضی وقتا متاسفانه گیریم باگیر مردم هم میشه، ولی منظور من اینه که اگر اینها بخوان به فکر حمله نظامی به ایران بیفتن و مردم در اون وسط آسیب ببینن به این بهانه ها، ما باید از قبل آماده باشیم که بگیم نه، حساب مردم از حساب حکومت جداست، اونا رو هر بلایی سرشون بیارین ما موافقتون هستیم، ولی مردم ما رو به هیچ وجه حق نداریم به بهانه جنایت های رژیم و این مراکزی مثل مرکز اسلامی هامبورگ مورد تهاجم قرار بدیم. آقای دوتوانوی عزیز، یه اتفاق دیگه هم همزمان افتادی که نظر مهم، چون میدونیم که آلمان ها زمانی خیلی حساس شدن که دو تظاهرات اعتراضی پر سر و صدا در بغل گوش همین مسجد برگزار شد، یعنی در هامبورگ، با اینکه قطب اسلام رشین بلینه نوی کل این هاست، ولی جالبه که تظاهرات طرفداران داعش و ایجاد خلافت اسلامی در همه اروپا در اونجا برگزار شد. حالا معلوم شده کاشف به عمل اومده که شما زیادی از پیاده نظام های همین تظاهرات رو جمهوری اسلامی همین مرکز در واقع تجهیز کرده بوده، یعنی جمهوری اسلامی عملا داره در نقش داعش ظاهر میشه و از شعارهای داعشی حمایت میکنه. این موضوع خیلی مهمه. امروز دیوان عالی نوردرنگ‌وستفالی، یعنی بغل گوش شما، یک حکمی داده که به نظر برای اولین بار که خیلی مهمه، حکم اینه
سوری هایی که از سال 2015 آمدن به اونجا و میدونیم که خب برخی از اونها بیچاره جنگ زده بودن، واقعا هم افراد مستحق باید حمایت بشن، قانون های اروپایی به دستشون اومد، ولی بخشی متاسفانه پیاده نظام همین حکومت بودن در همین تظاهرات عجیب. و این که آلمان ها فهمیدن حکم داد که دیگه در سوریه جنگ داخلی نیست، حفاظت از جان سوری هایی که آمدن به این مملکت دیگه به نظر میرسه که زائده دیگه، یعنی عملا سر به مسئولیت دارن میکنن. این راه رو براز باز میکنه برای اقدامات بعدی. نظرتون میخواستم. بله بله، منم همین چند دقیقه پیش اتفاقا نگاه کردم توی اینترنت و این حکم رو دیدم، چون امروز تمام هوش و حواس ما متوجه اقدامات پلیس بود. البته اقدامات پلیس هنوز در همین لحظه که من شما اینجا نشستیم هنوز داره ادامه داره، حالا هنوز تموم نشده و بخش اصلیش کاملا تموم شده. بسیاری از این مراکز رو مهرمون کردن، پلمب کردن و نذاشتن که یک کسی وارد اونجا بشه و مدارکی رو که توشون بوده بردن. این یک بحث، یعنی این دوتا بحث خیلی دور از هم نیستن. من سال 2015 یادمه که خب موقعی که آنگلا مرکل گفتش که بله ما میتونیم هر کسی از هر جای دنیا بیاد و این مشکلات رو داشته باشه ما میتونیم اینجا جذبشون بکنیم، و به ناگهان سیل پناهنده مخصوصا از طریق بالکان که بسیاری از اونا پیاده اومدن، سیل پناهنده به طرف آلمان جاری شد. و من از این نظر اطلاعات دقیق تری دارم، چون همسر من در اون موقع به عنوان داوطلب کمک میکرد به اینها، یعنی اینها وقتی که وارد فرودگاه کلنبون میشدن من همسرم با همراه یه عده دیگه میرفتن اونجا و کارهای اولیه اینا رو، کمک های اولیه رو بهشون، یعنی امکانات اولیه رو در اختیارشون قرار میدادن، از جمله اینکه لباس بهشون میدادن، از جمله اینکه اولین غذای گرمشون رو اونجا میگرفتن میخوردن، از جمله اینکه بعضی وقتا یک تیم پزشکی هم اونجا بود. من خودم متاسفانه یک بار بیشتر نتونستم برم به دلیل خوب گرفتاری های کاری، ولی یک تیم پزشکی همیشه اونجا بود که نگاه میکرد اگه کسی به ظاهر بیماری داشت حد زده میشد که ممکنه بیماری داشته باشه، اینا رو میآوردن و از همون لحظه اول یک امکاناتی رو در اختیار اینا میذاشتن و بعد اینها رو میآوردن به شهر کلن، از اونجا اینا تقسیم میشدن تو قسمت های مختلف آلمان. بنابراین من میتونم بگم از طریق همسرم به شکل کاملا نزدیک در جریان آمدن این سوری پناهنده‌های سوری به ایران به آلمان بودم. سیاست پناهنده پذیری آلمان کلا اینطوریه، از وقتی که حتی موقعی که من اومدم اینجا، من خودم به عنوان پناهنده اومدم اینجا از طریق آلمان شرقی و از طریق برلین که اون موقع منطقه آزاد بود، به این شکل بود که مثلا اون موقع در بین پناهندهای ایرانی درصد کسانی که پناهندگیشون پذیرفته نمیشد بسیار بسیار کم بود. همون موقع همین مسئله در مورد افغان ها هم حکم میکرد. دلیلش هم این بود که یک مقدار از این پناهنده پذیری یا جواب رد به پناهنده ها دادن ارتباط مستقیم، یعنی بخش عمدش ارتباط مستقیم داره با سیاست حاکم دولت. حالا این سیاست فقط مسئله خارجی هم نیست، اون موقع چون افغانستان از طرف شوروی، در واقع دست شوروی اشغال شده بود، دست ارتش سرخ، اینها رقیبشون رو در واقع به این معنی که دشمن من دوست منه به پناهنده های افغان خیلی راحت پناهندگی میدادن، برای اینکه مفتن اینا از دست یک حکومت مارکسیستی فرار کردن، از دست جنگ داخلی فرار کردن و موجهه. در مورد ایرانی ها من در دهه 60 سال 64 اومدم اینجا، در اوج کشتارها بود، اوج اعدامها بود، اوج شکنجه ها بود، اوج درگیری های خیابونی بود و خب اینها بر این اساس میگفتن این کشور کشوریه که اگر کسی ازش فرار میکنه دلایل منطقی داره. بنابراین تعداد کسایی که پناهندگیشون رد میشد خیلی خیلی پایین بود. در سال 2015 بعد از اون جنگ داخلی و اون صحنه های وحشتناکی که ما دیدیم که شهرهایی مثل شهر ارواح، واقعا از جمله من هیچ وقت یادم نمیاد اون شهر حلب رو که در اثر اون بمباران هایی که شده بود واقعا تمام ساختمون ها فقط اسکلتشون باقی مونده بود، در اون موقع هم دولت آلمان باز گفتش که خب به طور کلی هر کس که از سوریه بیاد نیازمند پشتیبانی ماست و حق داره که در اینجا پناهندگی، تقاضای پناهندگی بده و باید تقاضای پناهندگیش باید قبول بشه. اونهایی هم که قبول نمیشن به خاطر شرایط داخلی سوریه باید بمونن اینجا. این یک قانون کلی بود، در جای بعضی جاها نوشته شده، در بعضی جاها نانوشته بهش عمل میشد. با به مرور زمان و بعد به خصوص بعد از این ماجراهای بعد از 7 اکتبر همونطور که شما هم اشاره کردین و خب پلیس اینجا هم
به هر حال اینها هم احمق نیستن، اینا هم دقیقاً میدونن که کجا باید بیارن چی رو رصد بکنن. اینا اصلا آلمان سرزمین آماره، یعنی شما اگه تظاهراتی میذارین 50,000 نفر تردیدی نداشته باشین که پلیس فرداش میدونه که چند درصد از کدوم کشور بودن، چند درصد چند ساله بودن، چند درصد مرد بودن، چند درصد زن بودن. اینا حالا به عنوان پرانتز این وسط براتون بگم، اینا حتی در مورد این که فرض بکنین در تعطیلات سال تابستان سال گذشته چند تن کرم ضد آفتاب مصرف شده، حتی در این مورد آمار دارن دیگه، این چیزا که جای خود داره. بنابراین اینها این رو دیدن و دیدن که پیاده نظام این جریاناتی که خواهان خلافت اسلامی هستن، خواهان در واقع خواهان حذف و نابودی اسرائیل هستن، بسیاریشون از همین پناهنده هایی هستن از کشورهای که از کشورهای اسلامی میان، از جمله از افغانستان و از جمله از سوریه، خب لبنانی ها که جای خودشون رو دارن. این بود که من منتظر یه همچی چیزی بودم، به خصوص که الان مدت هاست بعد از اینکه سیاست پناهنده پذیری در دولت در واقع چپ ها، دولت ائتلافی فعلی و البته دولت قبلی هم با این که حزب محافظه‌کار رهبرش بود و علی عملا سیاستی که با کار می‌برد یه سیاست کاملا ورکیستی و چپ به اصطلاح چپ بود، بعد از اینکه این شکست وحشتناکی خورد، بعد از اینکه آمارهایی که بازم پلیس ارائه داد در مورد کسانی که مرتکب جرم میشن، به هر حال این سیاست باید تغییر پیدا می‌کرد و کار به جایی رسید که حتی اولاف شولتز که الان صدر اعظم آلمان هست در یک جای گفت ما به شکل انبوه باید پناهنده‌ها رو برگردونیم به کشورشون. هیچ از کشور خاصی صحبت نکرد ولی گفت الان این دیپورتیشن، همین پس فرستادن پناهنده‌ها به شکل انبوه و گسترده باید انجام بشه. همه اینها رو من در یک چارچوب می‌بینم. این حکمی که امروز صادر شده عملاً اون نظر اولیه رو یا اون قانون نوشته یا نانوشته اولیه رو که هر سوریه‌ای که پاش به آلمان برسه از حق داشتن حق پناهندگی برخورداره، این رو عملا فکش کرد. یعنی شما به صرف سوریه‌ای بودن دیگه هیچ حقی برای داشتن برای گرفتن پناهندگی ندارین، به شکل فردی باید ثابت بکنین که شما الان زندگیتون در خطره، اگه برگردین به سوریه اعدام میشین و اینجور چیزا. در صورتی که قبلا اینجوری نبود، صرف این که شما ثابت میکردید اهل سوریه هستید، حق اقامت در آلمان رو به دست میآوردین، به تبع پروسه پناهندگیتون رسیدگی میشد و اگر هم حتی مشکلی براتون به وجود میومد به هر حال اینجا نگهتون میداشتن و پستون نمیفرستادن. این هم یک گام بزرگی نشون میده که سیاست این نوع سیاست پناهنده پذیری یا مهاجر پذیری بیدر و پیکر شکست خورده. بازم اینجا باید چندین باره تأکید بکنم، خود من هم مهاجر هستم، خود من هم پناهنده هستم، مهاجر که نه پناهنده هستم، خود من هم به عنوان خارجی اومدم آلمان، ولی هر کس که وارد اینجا میشه، ما اومدیم که اینجا زندگی جدیدی رو شروع کنیم، هر کس که اینجا وارد میشه باید ارزش‌های این جامعه رو بپذیره، اگر نمیپذیره به طور قطع جاش اینجا نیست. از نظر من حتی اگه آلمانی باشه هم جاش اینجا نیست و ارزش‌های این جامعه هم چیز عجیب غریب نیستن. دموکراسی، برابری همه انسان هاست، آزادی بیان، برابری زن و مرد، حقوق کودک، آزادی اندیشه است و آزادی انتخاب گرایش جنسی. اینا یه سری چیزهای خیلی خیلی به اصطلاح عمومی شو من گفتم، البته خیلی فراتر از اینه. و دولت آلمان دید که در این سیاست شکست خورده، از جمله در قتلی که در مانهایم اتفاق افتاد خب کاملا مشخص بود. دکتر تو همینجا رو یاد تو باشید کجا اومدی از باسل البیه الان گزارشگاه دکتر میدادن از حضور سوریه ها، واقعا نشون میده که این قاسم سلیمانی ابعاد جنایتش و پیامدهای اون جنایت ها میکن کرد، ملت یه سرزمین رو برهوت کرد، 10-11 میلیون رو آواره رو در به در کرد، 500,000 نفر رو کشت. برمیگرد پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است.
دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. تصادفات.com. راستی از اون ملکی که تو ایران داشتی چه خبر؟ هیچی، همینجور بلا تکلیف مونده. چرا؟ امکانشو ندارم برم ایران. خب چرا کار رو نمیسپاری دست 24/7 lawyers؟ متخصص این کارن. برای دنبال کردن پرونده املاک مصادره‌ایتان با یک گروه وکیل حرفه‌ای و متعهد در ایران با تلفن 818-577-7759 تماس بگیرید. راستی از اون پولی که از من قرض گرفته بودی چه خبر؟ اوه چقدر هولی تو. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، تی سی ای، جیائومی و یا دیگر مدل های اندروید و یا گوگل تی وی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس های جی ال ویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. مژده به دوستداران سریال های ترکی. دارندگان جی ال باکس اچ دی 500 و اکثر تلویزیون های هوشمند، از این پس می توانید سریال های محبوبتان را هم به زبان اصلی با زیرنویس فارسی و هم با دوبله فارسی تماشا کنید. کشکک غذای مشهور ارزینجان. برای این کار از ژانر سریال های دوبله و زیرخوانی سریال محبوبتان را انتخاب کرده و روی قسمت دلخواهتان کلیک کنید. امارت خودمون؟ البته. Güzel bir konak yaptırmayalım kendimize. با فشار دادن جهت پایین بر روی کنترل خود، گزینه زیرخوانی و یا زیرنویس در بالای صفحه نمودار می شود. اکنون می توانید با استفاده از جهت چپ و یا راست روی کنترل خود، زیرنویس و یا زیرخوانی را انتخاب کرده و از تماشای سریال های محبوب خود در جی ال ویز لذت ببرید. دکتر محسن بنایی عزیز هستیم. حرف زدن با او، گفتگو با دکتر بنایی همیشه برای من مختلف بوده. داشتن میگفتن، وصف میکردن شرایط پیوستن یک بناچوبه کشور آزاد دنیا چه باید بکنه. به نظرم لازم شنیدنش. بفرمایید.
بله همونطور که گفتم این نظر شخصی منه. من فکر میکنم اساسا دیگه ما قبلا هم من این نکته رو چندین بار اینجا گفتم که هویت انسان مدرن نه خونه، نه نژاد، نه تبار، نه ژنتیکشه، نه هیچی نیست. هویت انسان مدرن بر اساس ارزش‌هایی که بهش باور داره، یعنی من خودم رو بر اساس اون چیزی که بهش باور دارم تعریف میکنم، نه بر اساس اون چیزی که به شکل ارثی به من رسیده، حالا اگر دینم بوده هر چی که بوده. برابر این وقتی که من وارد یک کشور جدید میشم به عنوان مهاجر، به عنوان پناهنده، به خصوص به عنوان پناهنده، چون وقتی که من به عنوان مهاجر وارد یک کشور میشم در واقع یک قرارداد دو طرفه است بین من و اون کشور که اونها میگن خب ما به تو این امکان، مثلا چیزی که در کانادا اتفاق میفته، در آمریکا اتفاق میفته، کشورهای مهاجرپذیر میگن بسیار خوب ما به تو امکان اقامت در اینجا میدیم، در عوض تو هم با خودت یک چیزی میاری اینجا، حالا یا پول میاری برای سرمایه گذاری، یا دانش تو میاری، توانایی ها تو میاری، مهارت های فنی تو میاری، یا هر چی. در واقع یه معامله دو جانبه است، ما از هم دیگه سود میبریم. پناهنده این رو نداره. پناهنده در واقع چیزی که پشت سرش مرگ، جلوی روش زندگی در یک جامعه ایه که بهش پناه میده، برای همین بهش میگیم پناهنده دیگه، بهش نمیگیم مهاجر. پشت سرش حتی اگه مرگم نباشه دیگه حداقل شکنجه و زندان و اینها هست. به خصوص یک پناهنده باید وقتی که وارد یک کشور جدیدی میشه و اون جامعه اون رو میپذیره، خودش رو با ارزش‌های اون جامعه وقف بده. معنیش این نیستش که هر چیزی که در این آلمان هست من باید باش موافق باشم، هر اتفاقی که میفته ازش دفاع بکنم، ولی این جامعه بر اساس یک سری ارزش‌های انسانی بنا شده که در قانون اساسیش یک تعدادشون هستن، در عرفش هست، در ارتباط مردم با همدیگه هست، و من موظفم وقتی که اومدم اینجا اینها رو بپذیرم، چون کسی از من دعوت نکرده بود که پاشو بیا اینجا. در واقع اینها به من لطف کردن موقعی که من زندگیم در خطر بود، به من پناه دادن. و سوای این که اصلا من چطوری اومدم وارد یک جامعه شدم، وقتی که انتخابم اگر کردم این جامعه رو، یعنی چه این جامعه من رو انتخاب کرده باشه، چه من این جامعه رو انتخاب کرده باشم، وظیفه من اینه که خودمو با ارزش‌های این جامعه وفق بدم. بنابراین کسی که پامیشه میاد اینجا و یکی از نمونه‌هایی که همسر من بارها بارها تعریف کرده و یکی دوبار هم نبوده متاسفانه که بگیم، حالا یک استثنایی بوده در همین سیل پناهنده هایی که میمد اینجور که به شما میگم سیل، شما تصورشو بکنید یک قطار مسافربری در آلمان با مثلا 15 تا واگن پر پناهنده بود و میومد به توی فرودگاه کلبون مسافراشو خالی میکرد دیگه. حس بزنین هر شبی که در هفته یک بار این اتفاق میافتاد، هر شبی که این تعداد میومدن چقدر پناهنده وارد فقط شهر کلن میشد، البته از اینجا تقسیم میشد. و بارها و بارها این اتفاق میافتاد که مثلا زنی میومد و خب اون پزشکان یا خود افرادی که اونجا اینا رو به اصطلاح کار اولیه‌شون انجام میدادن، میدیدن که زیر چشمش اینقدر باد کرده، خب بعد یه کسی رو که عربی بلد بود میآوردن ازش میپرسن خب چه اتفاقی افتاده، شوهرم منو کتک زده، یعنی در حال فرار، در حالی که از مرگ فرار میکردن مثلا طرف شوهرش کتکش میزد توی قطار که نشسته بودن بیان اینجا، فرضاً به بهانه های علکی کتکش میزدن. خب این ما میدونیم که رفتار یک جامعه عقب افتاده است در یک همچین رفتارهایی. کسی نمیتونه بگه من به اینا عادت کردم، اینا جزء سنت ماست. حتی اگه اون زن بیاد بگه که آقا من هیچ مشکلی ندارم که شوهر من بره و دو تا سه تا زن دیگه هم بگیره، اینا اینجا پذیرفته نیست. وقتی که اومدی اینجا باید بپذیری که اون زن تو هم همونقدر اندازه تو حق داره، باید بپذیری که بچه های تو مایملک تو نیستن، ملک تو نیستن، متعلق به تو نیستن، بچه های تو وابستگی خونی به تو دارن و فقط تویی که در قبال اونها مسئولیت داری. بنابراین نمیتونی بذاری گوشش، نمیدونم، نمیتونی تنبیهش بکنی، جلوی آزادی هاشو بگیری. اینها مسائلیه که به نظر من در اون سیاست پناهنده پذیری اتفاق نیفتاد، هرچند که سعی کردن اون اوایل با هزینه بسیار بسیار بالا کلاس‌هایی رو گذاشتن، کلاس‌های همپیوندی بود در واقع، همون اینتگریشن که همونطور که گفتم همسر من در یکی از اینها درس میداد و آموزش میداد به اینها، و بعضی وقتا تعریف میکرد که چقدر مسائل بدیهی رو باید برای اینها توضیح داد، که مثلا طرف میمد اونجا ازدواج کرده بود، زن و سه تا بچه داشت، بعد بهش گفتن خب زن چی؟ نه دیگه، زنم باید بشینه خونه بچه‌ها رو مراقبت بکنه که من بتونم بیام اینجا. با یه همچین تصوری طرف میمد اونجا، و اصلا مهم نیست از کدوم کشور باشه، الان من اصلا نمیخوام به ملیتیش بکنم، ولی ما میدونیم از کدوم منطقه داریم حرف میزنیم. هر چقدر بخوایم به خودمون امتیاز بدیم و پپسی برای خودمون باز بکنیم، به قول معروف در واقعیت امر تغییری به وجود نمیاد. اینها اون مسائلیه که
اون موقع حل نشد یا به شکل درست حل نشد و الان جامعه آلمان به خصوص بعد از 7 اکتبر اون چیزی رو که در زیر پوست جامعه در جریان بود به ناگهان درکش کرد. یهو این ریخ بیرون، شعارهایی که دادن، تعداد انبوه تظاهرکنندگانی که رفتن برای خلافت اسلامی تظاهرات کردن، برای نابودی اسرائیل تظاهرات کردن، به نفع حماس تظاهرات کردن و اینها، این یک مقدار شوک برای جامعه بود و این شوک در اصل منتقل شد به حکومتگران و نتیجه اون فکر میکنم سوای اون صحبتهایی که تا حالا شده که ما باید همه رو پناهنده ها رو که غیرقانونی اینجا هستن یا پناهندگیشون پذیرفته نشده اخراج کنیم برگردون به کشور خودشون، بحث خیلی خیلی طولانیه، الان نزدیک 1.5 سال که این بحث ادامه داره در مجلس، سوای اون این مسائل هم ازش اضافه شد و نتیجهش شد اون چیزی که امروز در دادگاه تصمیم گرفته شد که اینکه شما دیگه به صرف سوریه‌ای بودن از حمایت و حق پناهندگی برخوردار نیستین. این مجموعه اون چیزاییه که من میتونم در این رابطه بهتون بگم. خیلی تشکر می‌کنم، ممنونم. اپوزیسیون ایران سال هاست میگه آقا سر ما رو اونجاست، اروپا تازه فهمیده که واقعیت اینه، واقعیت همینه. البته من باور نمی‌کنم که اروپا تازه فهمیده. ببینید منافع اونها این رو ایجاب می‌کرد. تا به حالم ببینید چند تا ترور اینجا می‌شد، اونجا می‌شد. حالا اونچنان ضربه‌ای برای اینها نداشت. من یک بار با یک تاجر آلمانی صحبت می‌کردم، یعنی از بیمارانم بود و اینی که دارم میگم مال شما مثلا مال 10 نه موقعی بود که من هنوز بیمارستان بودم، یعنی قبل از سال 2011 باید بوده باشه. اومده بود من باهاش صحبت کردم و اینها و گفت همینجوری یه مقدار راجع بود، خیلی توی دبی و توی کشورهای جنوب خلیج فارس مسافرت میکرد و کار میکرد اونجا. بهش گفتم که خب چجوریه شما اونجا کار میکنین و از طریق ایران هیچ مشکل و اینا ندارین؟ بعد دیگه وارد بحث شدیم، گفتش که ببینید من خیلی رو راست به شما میگم، هیچ رو درواسی هم ندارم، من آدم خیلی رو خیلی راستگویی هستم در این زمینه ها. خود حکومت ایران شریک اقتصادی اونچنان بزرگی برای ما نیستش، یعنی ما از طریق خود حکومت ایران با خودش اونقدر درآمد نداریم که بگیم مثلا ما اگر با این حکومت مخالفت بکنیم یا به براندازیش کمک بکنیم میلیاردها صدها میلیارد مثلا درآمد دست میدیم، بلکه وجود اون حکومت با رفتاری که در اونجا میکنه باعث شده که ما قراردادهای میلیاردی در دو رقمی و سه رقمی با کشورهای منطقه بتونیم ببندیم. برابری اینها نفهم از اول هم میدونستن ولی منافع اقتصادیشون این رو ایجاب میکرد. همینطوره. آقای دوشمانه هنوز 10 دقیقه وقت داریم. نامه عبدالکریم سروش به مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب و منتجب سرابا گوش. بله این نکته خیلی جالبی، البته من به محتوای این صحبت‌های ایشون اصلا کاری ندارم. من یک بار در تمام زندگیم در دورانی که می‌نویسم یک بار به ایشون فقط پرداختم و اونم موقعی بود که گفت خمینی از دوران هخامنشیان تا الان باسوادترین رهبر ایران بوده. من اون موقع یک مقاله نوشتم در کیهان لندن هم چاپ شد به نام سروش را رها کنید و بعد اشاره کردم که چرا این حرفایی که میزنه اصلا بی‌پایه است و بعد به یک نکته ای اشاره کردم، گفتم که ایشون خمینی سواد آکادمیک که نداشت، از تاریخ جهان هم که هیچی نمیدونست، هیچ از ادبیات و فیلم و سینما و اینها چیز نمیدونست، ولی خمینی حتی در رشته‌ای که خودش باید متخصص میبود هم بی سواد بود. بعد گفتم به یکی از سخنرانی‌های خمینی اشاره کردم که گفته بود ما در منافقین بدتر از کفارن، طوری که ما در قرآن سوره منافقین داریم ولی سوره کفار نداریم. البته سوره کفار درست میگه، ما نداریم ولی سوره کافرون داریم، چون کافر دوتا جمع داره، کافرون و کفار، و سوره کافرون داریم، قل یا ایها الکافرون، که از سوره های کوتاه قرآنه. و گفتم کسی که به چنین کسی میگه باسواد اساسا محتوای اون چیزی که تولید میکنه ارزش بررسی نداره. ولی یک نکته رو من در اینجا میخوام به بینندگان عزیز بگم و اون همینه که خب میدونی که من رشته دومم در دانشگاه زبانشناسی بوده و من خیلی با متنهای کلاسیک سر و کار داشتم، یعنی رشته زبانشناسی یعنی فیلولوژی یا اون ایرانیستیک که من میخوندم مال متنهای کهن بود، یعنی من زبان هخامنشی و پارتی، پارسی میانه
رو میخوندم و پارسی نو خیلی جزء اینها نبود، ولی یکی از چیزهایی که میتونم تا امروز، یعنی در تمام طول این زندگی شش دههی خودم میتونم بهش افتخار بکنم و حتی امروز هم بهش افتخار میکنم و از بزرگترین افتخاراتمه، اینه که یک موقعی پروفسور الفنباین، زنده یاد پروفسور الفنباین که استاد من بود، به من گفتش که از هفته دیگه شما باید بیاین متن‌های زبان فارسی نو رو برای کسایی که فارسی در واقع توی ترم آموزش فارسی نو هستن اینا رو بخونیم و به خصوص متن‌های کلاسیک رو از شاهنامه هم شروع کردیم. این اصلا یه انگیزه‌ای برای من شد که شروع کردم به خوندن متن‌های مختلف و از اینجا می‌خوام به این برسم که در نهایت من دیدم که انحطاط و رشد فرهنگی جامعه ایران ارتباط مستقیم داره با زبان فارسی. یعنی شما اگر نگاه بکنید در اوج اون دوره‌ای که بهش میگن عصر طلایی تمدن ایران، مثلا قرن سوم، چهارم، پنجم، شما می‌بینید چه نثر سبک و ساده‌ای رو دارین. نثر بیهقی رو نگاه کنین، نثر خیام رو نگاه بکنین، نثر ناصرخسرو رو نگاه بکنین، تک تک نثر نظام الملک رو نگاه بکنین، سیاستنامه نظام الملک رو بخونین، جمله‌ها کوتاه، موجز، بدون این کارهایی که اینا می‌کنن، هی سجع و قافیه و اینها. برعکس در دوره انحطاط، در اوج دوره انحطاط ما که دوره صفوی بعد دوره قاجار بوده، شما یک نثری رو داریم به اسم نثر متکلف که همش شروع کرده قافیه پردازی و هی به اصطلاح اضافه کردن یک سری تزیینات به این جمله ها. من همونجا یه مقایسه کرده بودم در یک مقاله که یک بار نوشتم که در دوران اوج شکوه فرهنگ ایرانی جمله هایی که شما میخونی بین 3 تا 4 کلمه است، یعنی بین 3 تا 4 کلمه طول جمله است. در مثلا در تاریخ ذوالقرنین که در دوره قاجار نوشته شده طول جمله ها 16 کلمه است. یعنی شما همون مطلبی رو که در اون دوره با 3 یا 4 کلمه میگفتین در دوره قاجار با 16 کلمه میگفتین، که از این 16 کلمهش تقریبا 8 تا 9 تا حتی تا 10 تاش بعضی وقتا زائد بود. اینجوری کلمه مزخرف در فارسی به وجود اومد. ببینید عرب ها اصلا مزخرف رو به اون معنی که ما میفهمیم نمیفهمن. ما در قرآن یه سوره داریم به نام سوره زخرف. زخرف یعنی تزیین، اون چیزی که زینت، اون چیزی که یک چیزی رو باهاش تزیین میدیم. مثلا یک عرب وقتی که به شما میگه فستان مزخرفون، یا بهش میگه شبکتون مزخرفون، یعنی جامعه آراسته، جامعه به زیور آراسته. یا وقتی که بهتون میگه مثلا لواء مزخرفون، یعنی پرچمی که آراسته است، به جواهر آراسته شده. اینها در واقع این نثر رو اینقدر بهش هی چیزهایی از نظر خودشون اضافه میکردن برای آراستنش، یک موقعی دیگه این نثر متکلف رو بهش گفتن نثر مزخرف. و این نثر مزخرف اونقدر غیر قابل فهم بود که بعدن این کلمه مزخرف تبدیل شد به چرند، در صورتی که به یک عرب زبان اگه شما بگین ما و مزخرفون براتون توضیح میده، میگه که مزخرف یعنی این که یه چیزی که با زخرف آراسته باشه. ولی این کلمه در واقع بهترین کلمه‌ای که میشه برای این نوشته سروش پیدا کرد و اون بازی‌های کلماتی و این به صدا چی میگن آوا بخشی به کلمه‌ها و سجع و قافیه درست کردن‌ها، همون کلمه مزخرفه، یعنی یک آراسته است ولی در مفهوم مزخرف اون، یعنی اون چیزی که چرنده، هیچ محتوا نداره. این رو هم گفتم شاید برای بینندگان جالب باشه که اصلا این کلمه مزخرف که ما به کار میبریم میگیم فلانی مزخرف میگه، دقیقاً منظور همین متنهایی مثل متن عبدالکریم سروش بوده که البته پسرش هم خیلی سعی میکنه از اون سبک استفاده بکنه. در اصل اون موقع که به وجود اومد، یعنی میگفتن کلام آراسته به زیور، یعنی مزخرفون به مثلا به بالجوهر یا به ذهب، یعنی آراسته به جواهر یا آراسته به زر، به طلا، زرندود مثلا، یا همچی چیزی. ولی بعدن اینقدر محتواش کم شد که تبدیل شد به یک کلمه‌ای برای اینکه وقتی شما میخوام میگی که حرف چرند میزنه، حرف بی رب میزنه، میگین فلانی داره مزخرف میگه. اینم شاید بد نباشه برای بینندگان که ریشه شناسی این کلمه رو هم در ارتباط با آقای عبدالکریم سروش بشناسن. بسیار عالی، کاملا. ببینید همین الان هم در تکمیل سخنان قلبان آقای توت و بنایی، بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان. این کلمه رو چقدر 1200 سال پیش مقایسه کنید با نام آقای سروش. سروش قطعا قبل از رودکیه، قطعا به نام خداوند جان و خرد.
سروش مال فردوسیه، 1050 سال پیش. سروش نامش که بخونی متوجه میشید یادش متعلق به خیلی قرنها قبل از این که اصلا نخستین شاعر زبان فارسی رو ما بشناسیم، رودکی رو یا بعدها شخصیت بزرگی مثل فردوسی. خیلی توضیحاتون جالب بود، فوق العاده. پس مزخرف یعنی مرصع ها، در واقع مرصع زرندود به جواهر آراسته در تو زبان عربی میگم. همین امروز هم مثلا شما یه لباسی میخرین که خیلی آراسته است، مثلا فرض بکنین توش دونه های الماس به کار رفته، مثلا لباس های زنان، چون مثلا فستان میشه الفستان، میشه لباس زنانه، مثلا میگین فستان مرصع، یعنی لباس زن، لباسی که به ببخشید فستان مزخرف، یعنی لباسی که به زخرف آراسته شده. زخرف هم که خب گفتم دیگه یکی از سوره های قرآن هست. درسته کاملا. بنای عزیز خود اینو نوشتن، حالا چون زبان واقعا اهمیت داره، خود نشانه کهنه گرایی دیگه، یعنی اندیشه کهنه است، زبان این اندیشه هم قاعدتا باید کهنه باشه. 100%. اصلا برای همین که تو گفتم ببینید آقای میبودی، من برای همین بهتون گفتم ببینید شما مثلا متن کسی مثل خیام رو نگاه میکنید در نوروزنامه، سیاستنامه نظام الملک رو نگاه میکنید، تاریخ بیرحقی رو نگاه میکنید، اینها من بارها بارها این اصلا حتی به شکل آماری نشون دادم، در یک مقاله خیلی سال پیش نوشتم، البته منظورم موقع این بود که در واقع زبان فارسی در دوران تاریخ در جریان برایش خودش چه تغییراتی رو دیده به خودش، در اونجا نشون دادم که خب اون حرفی رو که بیهقی با 3.5 کلمه میزد، مثلا عبدالرزاق دنبولی نویسنده کتاب تاریخ ذوالقرنین در سده 13 در سده 13 یا 12 بوده، در همزمان با عباس میرزا بوده دیگه، در سده 13 بوده، توی جنگ های ایران و روس داره اینو مینویسه. عبدالرزاق دنبولی وقتی که این رو مینویسه، ببخشید این مال تاریخ ذوالقرنین نبود، اشتباه گفتم، عبدالرزاق دنبولی نویسنده تاریخ معاصر سلطانی است. معاصر سلطانیه رو شما وقتی که باز میکنین میبینین آقای عبدالرزاق یک مطلب خیلی ساده که میخواد بگه در طرف چپ رودخانه سپاه ایران بود، در طرف راست رودخانه سپاه روسیه بود، این رو در مجموع با 36 مون چیزی که من الان تو ذهنم هست 36 یا 37 تا کلمه میگه که فقط 2 تاش یا 3 تاش فعله، بقیه‌اش همش مزخرفه. همین با این تعریفی که من از مزخرف کردم، همین ها رو شما یعنی همون صحنه رو اگر ببرین توی نوروزنامه بخواید نمونهش رو پیدا بکنین، میبینین با 2 تا جمله مثلا 3 کلمه‌ای 4 کلمه‌ای برای شما توضیح داده. برای چی اینجوری میگه؟ وقتی که شما محتوا نداشته باشین، سعی میکنین که شکل رو زیباتر ارائه بکنید. این محتوا یعنی لفاظی کنید دیگه، لفاظی بکنید، در واقع طبلی که تو خالیه ولی صداش بلنده. همینطور ایشون 3 تا درخواست داشت میدونه در 3 سطر این درخواست شما نیازی نو. آقای دکتر بنایی عزیز خیلی تشکر میکنم از حضورتون، فوق العاده بود. هفته دیگه حتما گفتگو با دکتر بنایی رو پی میگیریم و تشکر میکنم از امین شورتی برنامه رو هدایت کرد، خانم مرجان نقبی سپاسگزارم، همینطور سارا ایرانی و شما که به این برنامه اعتبار میدید با حضور خودتون با پیگیری برنامه. آقای شهرتی هم خوب برنامه رو هدایت کرد، ایشون که اصلا استادن دیگه، استاد جمهوری اسلامی هم که دائما ماها رو میزنه، میدونید که بله بله در جریان هستم، ادامه داره جمهوری اسلامی و دنبالشه هاش. بله ولی خیالتون راحت باشه دیگه، معلوم میشه که کارتون رو دارین درست انجام میدین. ممنون، خواهش میکنم. باشه.